صحنه آشنای همیشگی. شمارش معکوس برای عرضه آیفون 10 و صف طولانی مشتریان در توکیو. عاشقانی که پولی کلان برای یک گوشی میدهند و بعدش از خوشحالی پر در می آورند. آیفون 10 یک صفحه تمام نمایشگر دارد و به سیستم شناسایی چهره مجهز است. به غیر از این تفاوت زیادی با مدل‌های قبلی ندارد. با این حال در آمریکا $1000 ناقابل قیمتش است. در چین، ژاپن و اروپا قیمتش حتی به $1500 می‌رسد. چنین قیمت گزافی حتی عاشقان سینه چاک در سیدنی استرالیا را هم کمی به فکر فرو برده. You've got Samsung there selling it the same thing at about 40 to 50% less than what Apple's charging. Apple has a good marketing and a good brand, and that's mainly what we're paying for. Everyone's paying for the brand, and everybody knows that. اما این وضعیت تا کی برای اپل ادامه خواهد داشت؟ رقابت در بازار زیاد شده و حریف هم تنها سامسونگ نیست. تولید کننده های چینی مثل شیائومی یا هواوی هم قدم به میدان گذاشتند. اگر اپل در آینده خلاقیت بیشتری از خودش نشون نده، شرکت‌های چینی کنترل بازار رو به دست خواهند گرفت. در گذشته چینی‌ها محصولات اپل رو کپی می‌کردن، اما حالا به نظر می‌رسه که اپل خیلی از روی دست چینی‌ها نگاه می‌کنه. این تولیدکننده‌های چینی بودن که اول صفحه تمام نمایشگر رو درست کردن و دوربین‌های بهتری هم داشتن. شاید همه اینها درست باشد، اما تا به اینجا از موفقیت اپل چیزی کم نشده. سفارش های پیش خرید آیفون 10 به حدی زیاد بوده که کمپانی اپل رکورد فروش جدیدی را در آستانه خریدهای شب کریسمس به ثبت رسانده است.